ګران لیدونکو تاسو سلام او درناوی وړاندې کوم. کابل به تر راتلونکو درې ورځو پورې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د یوې څلور اړخیزې ناستې کوربه وي چې دا د هماغې سلسلې دوام دی چې څه موده وړاندې په اسلام آباد کې یوه غونډه ترسره شوه، البته په نږدې ورځو کې. او دا ځل به په کابل کې هم پر همدې مسله چې په افغانستان کې د سولې لپاره کومه لاره خپله شي باید په دې ناسته کې پرې خبرې وشي. ولسمشر په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو لپاره دوی مخکې وړاندې شرطونه جوړ کړي دي او په هغې به دوی غور کوي. په عین حال کې هغه ویلي د سولې د مذاکراتو لپاره دوی یوه داسې نقشه جوړه کړې ده چې په لومړي ګام کې به د سولې مسیر او په دویم ګام کې به بیا دا چې له کومو طالبانو سره په څه ډول د روغې جوړې او په خلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي دوی دغه طرحه عملي کړي. اساسا پوښتنه دا ده چې کله موږ له وسلوالو طالبانو او له ټولو مخالفو ډلو سره د خبرې کوونو پاکستان په سر کې راځي، پاکستان صداقت بیا تر پوښتنې لاندې رامنځته کیږي. او دا ځل چې خوشبینیانه تر یو حده پورې رامنځته شوي دا دي چې امریکا او چین د دغې ناستې دوه عمده غړي دي چې دوی په بېلابېلو برخو کې، امریکا په پوځي برخه او چین هم په اقتصادي برخه کې، د نړۍ د یوه زبرځواک یا قدرت په توګه یادیږي. دغه ناستې به تر کومه حده پورې پایله ورکړي په داسې حال کې چې موږ د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې په کراتو د سولې د مذاکراتو او د روغې جوړې د لټې په درشل کې د حکومتونو د ځینو پایلو شاهدانو چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې هم د روغې جوړې او پروسه پر مخ تللې وه. ومو غوښتل دغه مسله له بېلابېلو اړخونو او زاویو وڅېړو. په لومړي ګام کې مو د اجرایي ریاست د مرستیال ویاند او دغه راز ویاند سره اړیکې ونیوله. د ویان سره یې موږ په خبرو کولو ونه توانېدو. البته د هغه سکرتر موږ ته ځواب راکړ او په دې اړه بیا هم هغوی موږ ته هېڅ ونه ویل چې د اجرایي ریاست ویان چیرې دی، ولې له موږ سره د میز لپاره نه حاضرېږي. بیا مو هڅه وکړه چې د اجرایي ریاست د ویان له مرستیال سره اړیکه ونیشو، خو جاوید فیصل هم په دې اړه زموږ د پرله پسې اړیکو وروسته خپل ټلیفون مړ کړ او بالاخره یې موږ ته هېڅ ځواب په دې برخه کې رانه کړ. بیا تر هغې وروسته موږ وغوښتل چې له جرمني څخه جمشید پایمر چې همدا شیبه را سره دی او تر څنګ یې محمد نعیم لالی حمیزه چې د ولسي جرګې غړی دی هغوی راغوښتي و، خو هغوی هم یعنی حمیزه صاحب هم د نامعلوم دلیل له امله د آریانا نیوز له دروازې وګرځېدل. دا چې لامل یې څه دی تر اوسه روښانه نه دی، خو پایمر صاحب را سره همدا شیبه له جرمني څخه د ویډیو کانفرانس په لیکه دی. پایمر صاحب، تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړی. سلامت باشین، ممنون شما، تشکر از اینکه مرام به برنامه دعوت کردیم. سپاسگزار هستم آقای پایمرد. من هست سوال اخیر، شما چگونه ارزیابی میکنین؟ ما وقتی در راه آغاز نشست چهار جانبه در کابل هستیم، یعنی قرار است 18 جنوری در کابل همین نشست برگزار شوه. نظر شما در این مورد چی است؟ اساسا خو صلح، ختم جنگ و تشنج و ویران سازی یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان بوده و است و یکی از وظایف اساسی حاکمیت افغانستان است که برای صلح کار کنم. طوری که از اعلامیه مطبوعاتی 11 جنوری به ملاحظه میرسم، امیدواری های دیده میشه که پروسه صلح به یک نتیجه مطلوب خواهد کشید یا خواهد رسید، به خاطر از اینکه در اعلامیه تصریح شده که تسهیل روند صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و به هدف نیل به صلح و ثبات در افغانستان یک مسئله و منطقه. دو، گفتگوی مستقیم با طالبان از طرف دولت افغانستان در این پروسه روند صلح که هدف از او حفظ اراست، وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان باید تضمین کنه. این دو مسئله مسئله اساسی است. ما به این خاطر بر ازی مذاکرات خوشبین هستیم. از جهت دیگه که دو گرانتور پرقدرت جهانی، چین و آمریکا، کم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در منطقه تأثیر گذار هستن، در این مذاکرات جریان دارن، شرکت دارن. به این خاطر ما فکر میکنم که این مذاکرات نتایج مطلوب خواهد داد، به خاطر ازی که استراتژی امریکا و چین در منطقه برای پایان یافتن تشنج
و برای اهداف بلندتر سیاسی نظامی در منطقه است. ولی جناب پایمرد، وقت ما مذاکرات در نظر میگیریم، امو طرفی که درگیر جنگ است یعنی طالبان هستند، اونا تا هنوز در این مورد به طور روشن یک چراغ سبز ندادن. در این مورد نظر شما چیست؟ من تو فکر میکنم که جنگ با تشنج در افغانستان به اساس استراتژی منافع پاکستان طی 40 سال دوام یافته عمدتا، و ایجاد گروه های جنگ طلب در داخل افغانستان به حمایت مستقیم پاکستان، تجهیز، تمویل، تربیه و سازماندهی و صدور تروریسم در داخل افغانستان از طریق پاکستان صورت گرفته، به همه جهان معلوم و وایداست. طالبان هم یک پروژه پاکستانی بودند. یعنی اگر پاکستان صادقانه به قضیه صلح در افغانستان توافق کنه و پاکستان برای استراتژی جنگ و تشنج در افغانستان تغییر عقیده داشته داده باشه، یا در نتیجه فشارها و تعاملات بین المللی که از طرف امریکا و چین وارد میشه او تغییر عقیده داده باشه، ممکن است به شرط از اینکه طالبان مستقیما در مذاکرات صلح با دولت افغانستان شرکت کنند. در غیر از اون نمایندگی پاکستان از طالبان قابل قبول برای مردم افغانستان نیست. اگر طالبان افغان هستند و شرطهایی دارن با دولت افغانستان که می جنگن، مستقیما در میز مذاکرات باید شرکت کنن. از نظر ما اون نیروهای، هر نیروی جنگ طلبه که به این پروسه صلح مستقیما نمی پیوندن، شرکت نمی کنن و می خواهن پروسه صلح افغانستان سبوتاش کنن و یا جنگ و تشنج دامن بزنن، اونا باید از طرف ای گرانتورای بلملی باید تروریست خوانده شوند و در لیست تروریست بیان، و از طرف دیگه این کشورها از جمله پاکستان توافق کنه و تضمین بده که در خاک پاکستان پایگاه های تجهیز و تمویل و تربیه و پرورش تروریست ها را اجازه نمیده. در اون صورت ما اعتبار کرده میتونیم، مردم افغانستان اعتبار میکنه که لانه های تروریستی که در پاکستان است باید برچیده شوند. جناب پایمرد، وقتی ما نام از پاکستان میبریم و یادآوری از پاکستان میکنیم، پاکستان کشوری بوده که در چندین سال در افغانستان همون پالیسی ها و سیاست های که در به ضرر افغانستان بوده او را تعقیب کرده، و تا امروز هم افغان ها تا فیصدی زیاد خوشبین نیستند که پاکستان بتانه صادقانه در این راست عمل بکنن. نظر شما در این مورد چی بوده که او پاکستانی که ما ازشان خاطرات جز از جنگ نداریم، امروز چرا باید پالیسی هایشان تغییر بکنه؟ چی باعث شده که پاکستان بالاخره با در این مورد از طرفش حکومت وحدت ملی هم باید توقعات به وجود بیاید و همچنان از بعضی علاقات دیگه هم؟ شما پس پرده چی میبینید؟ قضیه اساسی است که افغانستان مثل که همه میدانن در میراق تناقضات بین المللی قرار داشته طی 40 سال. افغانستان بنابر موقعیت جیوپولیتیک خود، افغانستان بنابر موقعیت و منابع سرشار طبیعی خود، در نقطه تقابل منافع قدرت ها قرار داشته. بازی بزرگه که زمان بسیار طولانی رو در بر گرفت در افغانستان به حیث مرکز آسیا، قلب آسیا، بام آسیا و چارای آسیا، باعث جنگ در افغانستان شد. پاکستان یک وسیله ادامه جنگ و تشنج علیه روسیه شوروی بود. جنگ در شرایط سرد آغاز یافت از زمان حاکمیت سردار داوود. تربیت تروریستا و پایگاه های تروریستی در پاکستان سازمان داد. او زمان جنگ طبق یک سناریوی بین المللی و در رقابت های امریکا و روسیه آغاز شد. حال او شرایط بین المللی تغییر کرده. سیاست های بین المللی در قبال سرنوشت افغانستان هم تغییر کرده. امروز در افغانستان ناتو خودش حضور داره. امروز در افغانستان امریکا حضور داره. با افغانستان قرارداد امنیتی امضا کرده. به این خاطر دیروز پاکستان از جو و فضای بین‌المللی که بر ضد شوروی سازمان میافت استفاده کرد، هم صاحب قدرت اقتصادی شد هم صاحب قدرت نظامی شد. امروز او جو نیست، سیاست های جهانی تغییر کرده. در یک وضعیت گلوبال امروز چین و امریکا منافع مشترک خود دارند. هر دو کشور، هر دو قدرت پا
پهلو به پهلوی هم استاده شدند تا یک پروگرام صلح در درون افغانستان تحقق ببخشند. ام چین در پروگرام منافع خود داره، ام امریکا منافع خود در قبال به یک تامین صلح در افغانستان داره. اما امیدوار هستیم، مردم افغانستان امیدوار است که با سرنوشت، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی مردم افغانستان و منابع افغانستان و سرنوشت ننگ و ناموس افغانستان بازی صورت نگیره. چین و امریکا منافع خود در همه طور از قانون جهان است که همه کشورها منافع خود در نظر میگیرند. نباید بر بنیاد منافع خود منافع ملت افغانستان زیر پا کنند. مردم افغانستان در طول تاریخ افغانستان استعمار و ظلم نپذیرفتن و تا پای هر افغان هم به خاطر استقلال، تمامیت ارضی و خود ارادیت خود می جنگن و خواهد رزمیدن. پای مرتب، یک مسئله که حالا یادآوری میشه او از پیش شرط ها است. حکومت افغانستان گفته که ما پیش شرط های خود را آماده کردیم، ولی او هم تا حد زیادی روشن است که ما دستاورت های 14 ساله باید حفظ بکنیم، حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان حفظ باشه، و یک شرط عمده دیگه هم است که آزادی بیان در افغانستان باید حفظ شود. ولی از طرف طالبان تا حال تغییرات به خواسته ها و پیش شرط های اونا دیدن نمیشه. اونا خواهان خروج کامل قوای خارجی از افغانستان هستن و گفتن که تا او زمانی که یک خارجی هم در افغانستان بمانند، این حاضر نیستن بس پروسه صلح ادامه بتن. مسئله چی است؟ ظاهرا همچی یک وضاحت میتن اینا و سخن از این گپ ها میزنن، و پس پرده به نظر شما آیا چیزهای دیگه هم جریان داره و آیا اونا حاضر شدن که اما شروط افغانستان را بپذیرن؟ تشویش های بر مردم افغانستان وجود داره. پاکستان اما تو که اشتگانه را یکگانه نساخت و هر کدامش در مقطع خاص مورد استفاده قرار داد و از اون میترسید که اگر افغان ها متحد شد و زور ما به این نمی کشه. آل هم طالبا را چندین گروپ اینا ساختن که در پروژه ها و پروگرام های بعدی اینا را استفاده کنن. من پیشتر گفتم که اگر طالبان مشترکن تحت یک رهبری برای یک پروگرام صلح با دولت افغانستان حاضر مذاکره میشن، آدم مطمئن میشه که پروگرام صلح نتیجه خواهد داد. اگر اونا حاضر نمیشن یا گروپ گروپ یا در غیابت از اونا توافقات بین پاکستان و افغانستان صورت میگیره، این توافقات من فکر میکنم که نتیجه مطلوب را به بار نخواهد آورد. چیز بسیار مهمی است که در میز مذاکرات طالبان باید تعهد کنن که قانون اساسی افغانستان به رسمیت میشناسن. قانون اساسی افغانستان نمایندگان مردم افغانستان به تصویب رسیده با مشوره مردم افغانستان، و این قانون اساسی افغانستان نتیجه مبارزه طولانی مردم است که نتیجه دموکراسی است، و این باید حقوق تمام اتباع افغانستان در این قانون تسجیل شده، آزادی و اراست استقلال افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان در این تسجیل شده. این قانون سازش در رابطه با قانون افغانستان خیانت ملی است. از نظر من واژه صلح یک واژه خیلی شیرین بخصوص برای مردم افغانستان است، ولی تا حال چیزی که دیده میشه حکومت افغانستان پیش شرط خود بیان میکنه و پیش شرط های طالبان هنوز هم مرموز و ناگفته مانده است. نظر شما در این مورد چی است؟ شما میگین قانون اساسی افغانستان را بپذیرن و مسائل دیگه هم که قبل از یادآور شد. پس شرط طالبان به نظر شما چی خواهد بود؟ آیا اونا حاضر هستند بدون هیچ معامله پروسه صلح را ادامه بدن و بیاین با پروسه صلح با حکومت افغانستان یکجا شون؟ یکی از مسائلی که زیاد مورد بحث خواهد بود، پاکستان منافع و اهداف خود داره، به می خاطر است که تا کنون به طالبان به اصطلاح اجازه ندادن که امو پیش شرط های خود بگوین. من فکر می کنم مسئله یکی از مسائل اساسی که در پیش شرط های از اینا باشه که طالبان ارائه خواهد نمی کنن، ولی به شکل از اشکال پاکستان ارائه کرده، مسئله خط دیورن خواهد بود که یک مزله تاریخی مردم افغانستان است، و مسائل دیگه هم که تابال مطرح نکردن منتظر ازی هستن که پاکستان چی اشاره و علامه بر از اونا میته. خب جناب پایمرد، یک مسئله شما یادآوری کردین، واقعا وقتی حکومت افغانستان این پروسه را آغاز کردن و قرار است کابل یک بار دیگر میزبان یک نشست دیگر باشد تا 3 روز دیگر، گفتگو با کی میشه در این پروسه که شما یادآوری میکنین و مبحث ما هم هست؟ مخالفین مسلح حکومت و دولت افغانستان و یا در این پروسه پاکستان هم شامل است؟
ببینید پاکستان باعث یک کشوری که ناجی طالبا و ناجی جنگ و تشنج در افغانستان است در این کنفرانس شرکت میکنه که باید هم شرکت کنه. پیشنهاد ما و فکر من این است که اگر خوبتر بود که اگر ای از عوض این کنفرانس چهار جانبه یک امگرایی منطقوی می بود، برای از اینکه در جنگ افغانستان کشورهای منطقه هم همه دخیل هستند، هم منفعت دارن هم زیان دارن. در اینجا پای ایران، پای هند، پای کشورهای آسیای میانه مطرح است. این مسئله جنگ هم سر منابع افغانستان است، هم سر آب افغانستان است، هم سر موقعیت افغانستان است که تمام کشورهای منطقه و کشورهای جهانی که در جنگ دخیل دارن. شما یادآوری از خط دیورند کردین. وقتی ما میبینیم پیشینه طالبان در اعلامیه های مختلف تا حال گفته که ما هیچ گونه معامله روی خط دیورند نمی کنیم و این پاکستان بوده که خواستاری از این مسئله است، شما فکر میکنین که پاکستان خواهد تانست با طالبان از آن بکنه یا اونا را بفهمانه یا مجبور بسازن که بالاخره در این پروسه صلح اونا را حاضر بکنن تا مسئله دیورند هم به نفع پاکستان بالاخره انجام شود؟ ببینین بازم تاکید سر ازی میکنیم که طالبان یک پروژه بوده که پشت سر ازی پاکستان، امارات عربی، قطر و بعضی کشورهای پرقدرت غربی دخیل بودن و این پروژه در یک پروژه بازی بزرگ شامل شده. اگر قدرت‌های دخیل در قضیه افغانستان، قدرت‌های جهانی توافق بر تغییر وضع در افغانستان داشته باشند و بخواین، من پیشتر گفتم که خواهید که جنگ آغاز شد بر بنیاد امو جو بین‌المللی، جنگ در افغانستان آغاز شد. آن امو قدرت هایی که دخیل هستند اگر بخواین که سناریوی جنگ از افغانستان ختم کنن، هم طالبان قناعت داده میتونن، هم بر طالبان گوشزد کرده میتونن، هم توصیه کرده میتونن، هم طالبان در میز مذاکره حاضر میتونن کرده. امروز چین به اساس یک قدرت، یعنی بدون از اینکه طالبان کدام شرط داشته باشن، اگر این قدرت ها خواسته باشه با شمول پاکستان، طالبان حاضر میشه و بالاخره با پروسه صلح میپیونده. این شرط ها توصیه میشه. من فکر میکنم که طالبان کدام چیز مجزا از پروسه بین‌المللی و نیستن و نمیتونن بدون حمایتگران بین‌المللی و منطقوی خود یک روز هم جنگ با دولت افغانستان ادامه بدن. طالبان از کجا تمویل میشه، از کجا تجهیز میشه، از کجا پول و سلاح میگیرن؟ اگر تمویل کنندگان طالبان این مسئله را بپذیرند و دستانیاریشان قطع جنگ در افغانستان باشه، طالبان یک روز دیگه مقابل دولت افغانستان مقاومت کرده نمیتونه. آنچه که مقاومت میکنه طالبان به او که لانه پشت سرش پاکستان وجود داره و او تمویل کننده مستقیم طالباست. اگر پاکستان در استراتژی خود تغییر وارد کرده باشه، ما باور میکنم که طالبان در سیاست خود تغییرات. یک تحلیل دیگه هم وجود داره. وقتی ما با مسائل طالبان میبینیم و در افغانستان نگاه میندازیم، میبینیم که گفته میشه بعضی از طالبانی است که اونا منحصر به پاکستان نیستن و به طور مستقلانه عمل میکنن. شما قبول دارین طالب به نام طالب کسی است که مستقل باشه و پاکستان بالایشان نفوذ نداشته باشه؟ این حیث آخرین سوال. بسیار کم میتونست دمیان جریان‌های سیاسی تا مجاهدین، کسانی که یک مقدار ملی فکر میکردن، توسط دستگاه آیسای پاکستان اونا ترور شدن و کشته شدن. حتی در طالبان اگر او تو جریانات باشه که ملیتر فکر کنن، باید هر چی زودتر سرنوشت خود که دولت افغانستان و که مردم افغانستان گره میزدن. او طالبایی که اگر خود میانه رو میگن و یا خود ملی میتراشن و یا فکر میکنن بیاین به پروسه صلح حاضر شون تا امریکا از افغانستان برایه، اونا بیاین جای خالی را پر کنن، اونا نگذارن که جنگ و تشنج. جنگ و تشنج یک بهانه است برای حضور قدرت های خارجی در افغانستان. این جنگ و تشنج طالبان و گروه های تندرو دیگه برامی اندازن. یعنی اینایی که جنگ و تشنج برامی اندازن، اینا خود شبکه های مربوط به همین قدرت هاست. اگر قدرت های بزرگ نمیخواهند که جنگ برنامه با پایان رسید. پایمر صاحب بسیار زیاد تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان به اختیار ما دادین. زنده باشین. تشکر از شما که من دعوت کردین به برنامه. سلام علیکم. په همدید ځای کې خبرونه هم پای ته رسو. څه څرګندونې چې تاسو واورېدې، دا د مقابل لوري خپل نظر و. پاک الله.